آجی اتفاقی افتاده؟ بگو سر پسر من صابر فردوسی اومده. ظاهراً خفگیری بوده. شما کسی رو نمی‌شناسی که مثلا اختلافی، دشمنی یا کینه‌ای به اون داشته باشه. صابر چند وقت پیش با پدرش دیگه بگو مگوی مختصری کرد. دیشب آقا صابر رو کشتم. چجوری مرده؟ احتمالاً با یه ضربه توی قلبش یا اطراف قلبش. حالش کنی روشو باز کن. همیشه طاهر دیگه. صابر رو ندیدم. من اگه حقی دارم، اگه حقی به تو داشتم، بخشیدم پسر. تو هم اگه کم و کسری دیدی، خطایی دیدی، منو ببخش پسر. سلام. بفرم بشین. ببینم اینجا همون جایی نیستش که مجرمین و مظلومین رو میارین و ازشون سنجین میکنی؟ میشه بپرسم برای چی من اینجا؟ حضورتون گفتم که بله، یه چند دقیقه یه سری سوالای معمولیه. این سوالای معمولیتون؟ لابد دوتا از همکارتون هم پشت این آینه بایستادن دارن من تماشا میکنن که ببینن چقدر راست میگم چقدر دروغ. بفرم بشینی. چشم حتما. کجا باید بشینم؟ همینجا. خانم صفایی، همونطور که گفتم این یک کار معموله، این یک جنایته، یک قتل اتفاق افتاده. ما با نزدیکان مقتول همیشه صحبت میکنیم. جناب سرگرد، صابر مرحوم نزدیکتر از منم داشت، خیلی هم داشت، که اتفاقا هم علت و انگیزه‌شو داشت، هم به اندازه کافی از اون خدا بیامرز متنفر بود. خیلی خوب، حالا بگذاریم. بفرمایید، سوالای معمولیتون رو بفرمایید، در خدمت. اون شماره تلفنی که بهتون اون روز نشون دادم و یادتون اومد که صاحبش کیه؟ خیر. خانم صفایی، میخوام یه بار دیگه از اول تمام کارهایی که بعد از ظهر روز حادثه انجام دادین رو برای من تعریف کنی. همین سوال رو توی خونه از من پرسیدین، منم براتون کامل توضیح دادم. بله درسته، ولی میخوام یه بار دیگه شما بفرمایی چون ضبط میشه. جناب سرگرد، همون روز توی خونه من متوجه شدم که تلفن شما روی میز روشنه و داره تمام مکالمه ما رو ضبط میکنه. اگه بنا به ضبط شدنه، شما ضبط شده کامل صحبت‌های منو دارین. لابد پیش خودتون میگین الان این دختره چقدر حواس جمعه. بعید نیست که. بله، من حواسم جمعه، خیلی هم جمعه. انقدرم باهوش هستم که مرد خوبی مثل صابر رو نخوام بکشم. خیلی بی‌نظیر بود، این فرشته ها بود. چی میخواستیم بدونیم؟ بر شهر اون روز لعنتی باش. به نظرم ساعت 5 بعد از ظهر بود که از شرکت اومدم بیرون. ساعت 5 بود که رفتم. میخواستم برم، گفتن تولد آقای فردوسه. صابر مدت ها بود که از یه مارک به خصوص ساعت خوشش میومد. همه پاساژو گشتم تا بالاخره یکیشو توی یکی از مغازه ها پیدا کردم. گفتن چه مارکی میخوان؟ ما هم همون مارکی رو که میخواستن تقدیمشون کردیم. همون مارکی بود که میخواست، فقط صفحش سیاه بود. گفتن شوهرشون صفحه سیاه دوست نداره. مجبور شدم که به خودش زنگ بزنم. به شوهرشون گفتن اصلا این مدل مارکی تو انتخاب کردی صفحه سفیدش موجود نیست. یکم معطر شدم تا پشت ساعت رو بنویسن. حدود یک ساعت و نیم همونجا نشسته بودن.
کاتالوگا رو ورق می‌زدم. بعدم رفتم تو خونه نشستم منتظر. باکشم که دیگه شما میدونید چی شد. خیلی ممنون خانم صفایی، میبخشید زحمتتو شد، کار ما دیگه تموم شد. بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید که یکم من تند شدم، این روزا واقعا اعصاب ندارم. خواهش میکنم. خانم صفایی، جناب سرای خواستن که شما رو ببینن. البته اگه وقت داشته باشی. اشکال نداره. بفهم. بفهمی. جناب سرای. خانم صفایی اینجا هستن. بگی میان داخل. بفرم. سلام جناب صفایی. علیکی سلام. با ما لحمیری نداریم؟ نه، شما به کارتون برسیم. بفرمی خانم. چایی میل داریم میگم براتون بیارم؟ نه خیلی ممنون، من فقط صبح یه لیوان چایی میخورم. میدونم براتون سخت بوده، بهتون تسلیت میگم. خیلی ممنون جناب سرنگ. من تنها تقاضایی که از شما دارم اینه که اون پس فطرتی که مطمئن باشید خانم، مطمئن باشید اونی که شوهرتون رو کشته نمیتونه از دست ما در بره. خدا خیرتون بده. مزاحمت‌های ما برای شما صرفاً به این خاطره که ما هر چی زودتر به اون آدم برسیم. بله میدونم. منم هر کاری از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بله حتما. پس لطفاً یه چند دقیقه همراه من تشریف بیارید. در خدمتتون هستم. بهتون گفته بودم یه چیزی، اما در واقع میخوام کسی رو نشونتون بدم. میشناسم. آره میشناسمش. مطمئنی؟ بله، اومده بود دفتر من. بفهمم بیره جناب سرنگ، این که ربطی به قضیه صابر نداشته. داشته؟ فعلا تو مرحله تحقیقی. بفهمید بریم. خب میشنوم. بفرمایید. تمام در دیدم همه دارم بهش احترام میذارم. گفتم این حتما بازی کاری باشه. اومده بود دفترم، انگار به زور میخواست ازم کار بگیره.
ای از بیکاری کلافه بودم. بعدش افتاد به التماس. به نظرم تو چشاش یکم اش جمع شده بود. میدونستم زن دل نازک دارم. گفتم هر طوری شده من از این باید یه کار بگیرم. میگه باز زن بچهش خجالت میکشه. راستش منم به یه راننده احتیاج داشتم. به نظرم اومد داره نرم میشه. گفتم دیگه میخواد بهم کار بده. بهش گفتم فردا با شناسنامه و یه معرف و برگه عدم سوء پیشینه بیاد دفتر. مجبور شدم بهش بگم دیگه. فهمیدم سابقه داره. دیدم اونجوری یه دفعه حالش عوض شد. بهش گفتم فکرام میکنم فردا بهت خبر میدم. شماره تلفنم نوشتم همینجوری گذاشتم روی میز. شماره تلفنشو نوشت و گذاشت روی میز. همه روز منتظر بودم اصلا دل تو دلم نبود. با پدرم مشورت کردم گفت صلاح نیست. از چی تلفن کرد؟ گفتم نمیتونم استخدامت کنم. افتادم به التماس. افتاد به التماس. گفتم خانم اقلا به زن و بچه هم رحم کن. گفت به خاطر زن و بچه هم. گفت نمیشه که نمیشه. بعدم تلفن رو قطع کرد. به نظرم فرداش بود داشتم از خونه میمادم بیرون که دوباره زنگ زد. گفتم خانم تو هرچی میپرستی قسم من و زن و بچه هم. داشت از زن و بچهش میگفت که تلفن رو قطع کرد. به نظرم همون شب اتفاق بود یا فرداش بود بازم تماس گرفت. گفتم خانم تو رو جون بچت یه دقیقه به حرف من گوش کن. بهش گفتم اگه یه دفعه دیگه زنگ بزنی میدم دست پلیس. بعدش هم قطع کرد. دیگه تلفن نکرد. دیگه هم تلفن نکرد. تلفنش همون شماره بود که شما نمیشناختین؟ نمیدونم اصلا یادم نیست. بله نیف خیلی ممنونم. خواهش میکنم. چند ساعت واقعا از تو ممنون. خانم 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 یه لحظه خانم ببخشید یه لحظه من خواهشون میکنم. خانم برای چی من رو دست اینو؟ من که دیگه تلفن نکردم. شما گفتید تلفن نکن. تلفن نکردم. خدا رو خوش شد من مزاحم شما شدم. نه خدا رو خوش میاد. آروم صحبت کن. گفتی زن و بچه داری؟ بله. یه روز بیارشون دفتر میخوام ببینم بشون. اما نه این روز. نه حوصله‌شو دارم نه باهاش. برای هفته آینده. با اجازه جناب سر. دفتر کارتون. چش چش سر. الان میرسه. چی شو؟ فعلا کاری باز ندارم. ولی از تهران خارج نشم. میتونی بری. به نظرم قربان همه چی راست و درست در اومد. دقیقه به دقیقه، کلمه به کلمه، جا به جا. دقیقا همونطور که خانم صفایی میگه، مو به مو. همینش منو ناراحت کرده. این که همه چی درسته؟ این که همه چی خیلی درسته، این که همه چی خیلی جور در میاد. یه جایی هم معیر نداره، مثل یه پازل. منظم و تو دل هم با این منو یکم خرخرک میده. قربان شما هنوز به خانم صفایی مشکوکی؟ نه هم به خانم صفایی هم به کی؟ یادت رفت اول صحبتش چی بهت گفت؟ یه نفری که به مقتول نزدیکتر از اونه و انگیزه فراوانی داره. دلخوری شاید نفرت و به نظرم اون آدم نمیتونه از لیست مظنونهای ما خارج بشه. مقصودتون حشمت فردوسه؟ بله. دیدین املت بهتر از دل و جگر بود؟ نه خیر نبود.
آقا واسه چی رفته اونجا؟ کی؟ صابر مثل بوز سرگله بود، شب نشده باز میرسید و آخور. یه چیزی هست که من سر ازش در نمیارم، اما یه چیزی هست. سلام آجی. بله رو چشم باشه، خداحافظ. آجو سفر باو یه سر بیاریم مریدیم انگار یه کاری داره. پاشیم بریم دیگه. نه بخور، املت تو بخور، بهتر از دل و جگره. خیلی ممنون. خدا حفظت. خدا حفظت. بفرمایید. فاتحه مع صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رحمت شما را بده. خدا بیامرزه. حقیقتش اینه که آقا فردوس، دوستان و همکاران اصرار داشتن برای عرض تسلیت خدمت شما برسن. من عرض کردم که آقا فردوس محضور دارم. حقیقتش حاجی محضور نداشتم، جا نداشتم. بله همون دیگه، یعنی قرار شد که تشریف بیارن قرفه بنده که متعلق به شماست اینجا تسلیت بگن و شما رو ببینن. رفیق خوب اب برادر بهتره. من اینجا یه دو جینشو دارم. الان شد در واقع آقا فردوس امشب شب هفت اون مرحومه. بله آجی، یه چیزی نوچه زبونته. نه بیرزش بیرون، من میبینمش. چیزی نیست آقا فردوس، در واقع ما همکاران دعوت شدیم برای شب هفت اون مرحوم توسط عیال ایشون. البته خب من به رفقا گفتم که درسته که دعوت گرفته شدیم توسط آقای صفایی، به هر غرفه سر زدن شخصا دعوت کردن و خب شرکت در تعزیت بستگان و دوستان و آشنایان اصلا ثواب داره. اما گفتم آقا فردوس رو باید ببینیم، ازش اجازه بگیریم. یعنی باید من اجازه بدم که شما به مراسم هفته پسر من برین یا نرین؟ آره حاجی. حقیقتش اینی که ما با مرحوم صابر سالها با هم کار کردیم،
همکار بودیم، رفیق خیلی از ماها هست. بعدشم عیالش برای شب هفتم دعوت گرفته. خدا به سر شاهده، شما اگه همین الان برای شب هفتش به ما بگین بیاین خیابون، بیاین بیابون، هر جا که بگین یه نون و پنیر به ما بدین، ما با سر میاییم. جواب اونام یه عذر بهانه میاریم. ببین حاجی، من اگه نون و پنیرم بدم به کسی میدم که با یه لقمه دو لقمه سیر بشه، نه اینکه بیاد ناخونک بزنه بعد بره خونش شام خودشو بخوره. افتاد؟ خیلی ممنون، خدا حفظتون کنه. با اجازه بریم محمد آقا. پدر بزرگ. بله بابا، داره غروب میشه، نمیخوایم بریم؟ چرا؟ پس این اتوبوس اومد میریم دیگه. آخه آسیا وانت بگیریم. وانت؟ اصلا یکی نیست به ما بگه اینجا چه خبر؟ بالاخره نگفتی ساعتی هستی یا نه؟ کجا میخواییم برین آقا؟ تو به کجاش چی کار داری؟ ساعتی هستی؟ بله آقا. خاله خب ببین، دمه یه غذا فروشی خوب هم نگه دار. چشم پدر بزرگ. بله معلوم است کجا میخواییم برین؟ پیش قوم خیشان. افتاد؟ بله سوار شو. چه شهر رندم قیمه؟ پس چه قیمه؟ دوست داری؟ نداری؟ سلام. سلام خانمم، خوبی؟ خیلی ممنون، شما خوبی؟ الحمدلله. کجا داشتی میرفتی؟ میرفتم مسجد. برای چی؟ آقای زفرقندی هستن، دو تا خونه بالاتر از شما. آه حاج آقا. بله ولی مشنون توی مسجد گرفتن، آقای بهبودی هم به من گفتم، منم گفتم چشم. چه خوب شد دیدمت، منم داشتم تو خونه جون به سر میشدم، زدم بیرون به بهانه اینکه اینو ببرم بدم خوشوی آقا عبدی، گفتم اینطور یه هوایی عوض میکنم. خوب کردم. خدا رحمت کنه مادرم، همیشه میگفت مادر کوچه علاج سودان.
هر وقت خیالاتی شدی بزن بیرون. حالا چی میخوای براشون درست بکنی؟ خانم اسماعیلی، یه چایی به خانم مظفری بده. چشم، زحمت میشه رو نمیخوام. ممنون. یه ذره کمش کن. خوبه خوبه خوبه. دستتون درد نکنه، فقط این ریز سر نشه. بفهمید در شما درد نکنه. ممنون. خانم نادری، من رو آوردم. دست برد خانم مظفری، بفرمایید یه کمک کنیم اونا رو خورد کنیم. چشم سرکا، اطاعت امر. اینقدر خوبه؟ بله. شوهر خدا بیامرزم همیشه میگفت جنازه آدم و بعد همسری سر و سامون بده. تو این دور زمانه خیلی ها که به امید اولادشونن یا نعششون میمونه رو زمین یا که میشه وبال همسایه. من ولی بچه هم خوبن خانم مظفری. یه روز اگه بمیدم. ولی کی حرف از مردن تو زد بابا جون؟ مثلا میگم تو که حالا خیلی وقت داری خانومی. اما شو گوش کن دیگه، نباید تنها بمونی. انشالله باید یه شوهر خوب بکنی. هم دین خدا میگه، هم که بالاخره تنهایی بده دیگه بابا جون. من که تنها نیستم. چرا بچه بر آدم کس نمیشه. با بزرگترت هم دیگه جر رو بحث نکن، بگو چشم. اوی بونتم عزیزمی. این دارم ساعت ای وای یک شد، الان بچم ها رو هو رو گوش نمیاد. خانم نصیری چادر خانم مظفری رو بیار. چشم کن ندی تقصیر توی. هر وقت بلو تو هستم حواسم از وقت و ساعت میره. بفهم. ممنون خانم. خانم خسته نباشین. قربان شما. خیفیش. خدافز. خدافز. نازگل به زحمت افتادی؟ نه بابا کاری نکردم. بابا چی کار کردی؟ تازه سالادم درست کردم. من میارم. بیا بوش خوبارم میزن. باشی محسنا، من محسن صحبت کردیم. اون زیر بشقابی رو میذاری وسط؟ به پای دستپخت شما نمیرسه ولی خوشمزه شده. دست شما درد نکنه. با آقا محسن راجبه چی صحبت کردین؟ ما میخوایم دادخواست بدیم، یعنی میخوایم شرایطمون رو برای دادستان توضیح بدیم، از اون بخوایم به ما اجازه ازدواج بده. شما که مخالف نیستی؟ نه مخالف نیستم، فقط چی؟ فقط 40 آقا صابر هنوز نشده. هرچی باشه اون عمودتون بوده. ما فقط الان دادخواست میدیم تا تعیین وقت و ابلاغی و اینا 40 هم رد شده.
باشه اگه اینطوریه که. آره همینطوره. فقط شما هم باید یه سری مدارک رو امضا کنی. مشکلی ندارین که. من به خاطر بچه هم حکم قتلم هم جلوم بذارن امضا میکنم. آری بندی این شد 10 تا بقیه بارت هم فردا میفرستم. سلام علیکم آقا فردوس، خیلی خوش اومدید. خالصون جانم کارت داشتم. من در خدمتم، هم بفرمو. بله خصوصیه. ها چشم آقا مرتضی بیا اینجا، بگین سرعت حساب ها رو بچه ها رو رد کن برن، خودت هم بیا فردا حساب رسی. بفرمی خواهش بکنم. حالا خواهی بیا. آقا فردوس در خدمتیم، گوش بفرمون. بفرم. ببین حاجی، میخوام اون وکیلتو دوباره ببینم. اشکالی نداره، ولی الان آقا فردوس موضوع پیچیده تر شده. قضیه وکالت رو... وکالت نیست حاجی، چیز دیگه ایه. خب موضوع چیه پس؟ ببین میخوام دخترای مرحوم صابر رو از اون خونه بیارم بیرون. پدر بزرگ الان تو این هیرووی... شما صحبت نکن. آقا فردوس راست میگه الان نکن. ببین شما هم نگو کی موقعی چه کاریه. الان پلیس باید... پلیس کار خودشو میکنه، من کار خودمو میکنم. بابا بذار 7 و 40. ببین 7 و 40 سال ماه نداره، من ولی اون دخترام. خب بله میدونم آقا فردوس. خب نمیخوام تو اون خونه باشن. خب پدر بزرگ چند روز صبر میکرد. یه روزم واسه اونا سمه تا پدرشون زنده. شما الان توی شما... ببین تا پدرشون زنده بود حرف حرف پدرشون بود، الان بدمشون دست کی؟ خب پدر بزرگ شما یه دقیقه به حرف من گوش کنید. اونا دوتا دختر جوونن، بسپرمشون به کی؟ بالاخره بابا اون زن اون افریته نمیدونم به کجا میکشونه این بچه ها رو. پدر بزرگ اونا دوتا دختر بزرگن، بچه هایی که پدر مادرشون بالا سرشونن، 1000 تا بلا سرشون میاد. فردوس تو 1000 تا چاله چوله چپ و راست میفتن. آقا فردوس تو گند و کثافت میفتن. آقا فردوس ببین اونا از خون منن، بچه های منن، نبه های منن، بچه های صابر منن، نمیخوام. آقای فردوس. بله. شما مصمم هستین همین وقت همین امروز این کار رو بکنین؟ بله. خیلی خوب، حق با شماست. هیچ کسی هم رو حرف شما حرفی نمیتونه بزنه. شما قیم و ولی اونا هستی. امرتون به من چیه؟ منو دوباره ببر پیش وکیلت. پدر بزرگ میخوان این کارو بذارین برای بعد؟ نه خیر نمیخوام. مگه من بچه صغیرم تو میخوام به من الف با یاد بدی؟ من الف با نه. ببین تو هنوز فین دماغتو نمیتونی بکشی بالا. نکنه حالا دیشب دوتا کلمه بهت حرف زدم هوایی شدی؟ فکر میکنی شدی سفیر خمسه در لمسه، دانشمند مملکت، فیلسوف شهر؟ پدر بزرگ من فکر نکردم. فکر نکن، هیچ وقت فکر نکن. آقا چه بریم دفتر وکیل شما؟ همین الان. متوجه هستم آقای فردوس، خیلی هم تسلیت میگم بهتون بابت فوت پسرتون، اما در حال حاضر شما میخواین که اون دخترها رو بیارین پیش خودتون. نه اینجور قزنقرتکی که شما گفتی، من ولی اونا. انقدر تو این دادگاه رفتم و اومدم که میدونم ولی یعنی چی. همه چیشو فوتابم. ولی که من باشم؟ آقای فردوس من میدونم ولی یعنی چی، و شما بر اساس حق ولایت احتمال میدید که دخترها تو اون خونه براشون ایجاد مفسده کنه، برای همینم هم میخواییم بیاریم پیش خودتون. همینی دیگه. بله آب باریکلا. بله فهمیدم که میدونی. خیلی خوب من براتون دادخواست میدم. آج زنده باشی حاجی، خداییش این وکیلت خیلی درجه یکه. از این وکیلایی که رو تابلوشون نیستن درجه یک، درجه یک تره. خیالم راحت کردی حاجی.
از امشب نه، از فردا شب با خیال راحت میخوابم. آقای فردوس ببین، یه طرف قلبم که قلن آرومه. آقای فردوس. بله آقای وکیل. من نگفتم که همین فردا نواهاتونو میدم دستتون. اکی شما همین الان گفتین که؟ گفتم دادخواست میدم، حق ولایت شما رو برای این خواسته رو به دادگاه اعلام میکنم. خب دادگاه چی میخواد بگه دیگه؟ دادگاه وقت تعیین میکنه، حتی اگه خیلی مراعات کنه برای اینجور پرونده ها زودتر از دو سه هفته وقت نمیدن. تازه شما فرمودید که دخترها بالای 22 سال سن دارن. خب خواسته و تمایل اونا مطرح دیگه. بله خواسته و تمایل اونا معلومه چیه. پنه پیش نامادری لا اله الا الله، بچه های من از خداشون از جون دل بیان پیش من بمونن، از این بابت خیالتون راحت. اما این که گفتین دو سه هفته، اینو من گفتم حداقل. ببین هیچ راه دیگه ای نره؟ نه متاسفانه. باشه ببین، از شما این درخواست و دادخواست حالا هرچی اون چیزی که باید بدی بده، من باید چی تقدیم کنم؟ صورت حساب میدم باشی. از دست این دیوونه خلاص بشو نیستیم فرمان. نه چیز زیاد مهمی نیست. مهمه، خیلی مهمه. اون دخترها همین الانش هم صدنگ خونه به اسمشونه. این پیرمردم حتما میدونه. من میخوام دخترها دم دستم باشن تا تکلیف اون صدنگ مشخص بشه. اگه برم پیش این پیرمرده نمیدونم چی میشه. نمیدونم چه نقشه ای داره. نمیدونم چی کار میخواد بکنه. فرمان من خیلی نگرانم. نگران نباش. یادتونه گفتم شوهر مرحومتون تمام اموالی رو که از پدرش داره روز عقد تو محضر به نامتون کنه. میدین اگه این اتفاق نمیفته چی میشد؟ الان وکالت باطل میکرد، وکیلم عزل. به خاطر این میگم نگران نباش، الان همه چی به اسم شماست. یه وکیل میگیرم، جلسه اول دادگاه مشکل حل میکنه. حالا کی هست وقت این دادگاه؟ اینو بعد بیا. ببین اهل اینجا شروع میکنم از کنار دیوار. نه من میگم اینجا میگه بغل دیوار. تو دیپلم تو کجا گرفتی؟ دیپلم ندارم فردوس. به همین دیگه اهل اینجا شروع کن. بله سلام آقای وکیل. گوش ما روشن. که؟ همین سه‌شنبه؟ آها باشه. کجا؟ یه دقیقه گوشی محمد آقا. محمد آقا بله پدرس این آدرس رو یاد داشت بکن. پس روز دادگاه میبینم ات. باشه حتما، کاری بود بهت زنگ میزنم. باشه. بله خیلی خوب، خودم الان میام بیرون. سلام.
خانم جان خودتون گفتین، گفتین زن بچه تو بیار من ببینم. خانم جان الهی قربونت برم، دور سرت بگردم، اصلا من خودم صدق سریه تو و بچه هات باشم. الهی جان هرکی که دوست داری کمکمون کن. تو رو ارواح خاک رفتگانت ماره دریاب خانم جان. بذارین دستتو رو ببوسم. آره خانم جان من از این کار بدم میاد. خواهش میکنم شما بفرمایین بشینین. چشم میشینم، اصلا شما بگو بمیر خانم جان، من همین الان میمیرم. خیلی خوب بفرمایین. آقای فرمان شما چند لحظه بیرون باشین. چشم. شما با من بیه تو اتاق. سلام علیکم. دوست ندارم کسی جلوی من نیشش باز باشه. حالا گوشتت، پوستت و استخونت مال من هم دارم. بله خانم. از حالا گوشت به گفته یه نفر باید باشه من، حواست به خواسته یه نفر باید باشه من، وفاداری تمام یه نفر باید باشه من. متوجهی که؟ بله. بذار مغزت هم از یه سری چیزایی که بعداً ممکنه بیاد تو ذهنت پاک کنم. اگر اتفاقی بیفته، اگر کسی متوجه بشه که من چی کار کردم یا تو چی کار کردی، من یا با پول نقد و چیزایی که دارم از این مملکت فرار میکنم یا فوقش دو سه سالی میافتم زندان. اما سهم تو انقدر کم نیست، سرت میره بالای دار. متوجهی که؟ بله خانم. خوبه خوبه، از فردا تو میشی راننده من. تنها آدمی که میشناسی منم، تنها اربابیم که میشناسی منم. فهمیدی؟ بله خانم. بیا فعلا همینو ببر خرج زن رو برچت کن. ممنون خانم. در مورد خونه و ماشینم فعلا یه مدتی باید صبر کنی. اگه همین فردا صاحب خونه و ماشین بشی بهت شک میکنن. این فهمی که؟ بله. در ضمن بازیت هم تو آگاهی خوب بود. معلم شمایی خانم، باید خوب میشد. بازی امروزت هم خوب بود. به نظرم این منشی اطلاعات میده به آگاهی. همین بازی رو ادامه بده. اطاعت خانم. من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. کاش میشد این و لاغل بتونی